28 روز آبان ماه برابر با 19 نوامبر سال 1230 خورشیدی برابر با 609 میلادی، عزل محمد تقی‌خان فراهانی معروف به امیر کبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه، که پس از مرگ محمد شاه قاجار تلاش زیادی برای به سلطنت رساندن ناصرالدین شاه به عمل آورد و در نهایت با تدبیر او کار سلطنت سامان یافت. از آن پس و همزمان با آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه، امیر کبیر نیز به صدارت دست یافت و به رتق و فتخ امور همت ورزید. استقلال نظر و خدمات عمومی و به طور کلی سیاست داخلی و خارجی امیر کبیر در محیط دربار و اجتماع رجال و شاهزادگان قابل قبول و مورد پسند نبود. ناصرالدین شاه که هنوز 20 سال بیشتر نداشت، بر اثر بدگویی اطرافیان به امیر سوء ظن و او را از صدارت عزل نمود. اما توطئه بر علیه او تا آنجا ادامه یافت که شاه وحشت زده با عزل امیر از تمامی مقام ها وی را به کاشان تبعید نمود و پس از مدتی فرمان به قتل امیر کبیر داد و سرانجام او را در حمام فین کاشان به قتل رسانیدند. سال 1356 خورشیدی برابر با 1977 میلادی، سفر انور سادات رئیس جمهور پیشین مصر به فلسطین. محمد انور سادات رئیس جمهور پیشین مصر پس از رسیدن به قدرت به تدریج از مواضع جمال عبدالناصر رئیس جمهور قبلی این کشور دور شد و تلاش نمود تا با دولت اسرائیل وارد گفتگو شود. او به همین منظور پس از شوروی سابق فاصله گرفت و تمایل خود را برای نزدیکی به غرب علنی ساخت و در میان شگفتی مردم مصر و جهان عرب به اسرائیل مسافرت نمود. سادات در سخنرانی خود در مجلس اسرائیل به نکات بنیادی پرداخته و بر پایان دادن تصرف سرزمین‌های اشغالی، تحقق بخشیدن به حقوق اساسی مردم فلسطین، حذف کاربرد خشونت و استفاده از راه‌های صلح‌آمیز برای حل اختلافات دو ملت و همینطور پایان دادن به شرایط جنگی در منطقه تأکید ورزید. سال 1370 خورشیدی برابر با 1991 میلادی، در گذشت گوستاو هوزک، سیاستمدار و رئیس جمهور کمونیست چکسلواکی که در براتیسلاوا در شرق چکسلواکی به دنیا آمد و مدتی نیز عهده‌دار وزارت کشور و حمل و نقل این کشور بود. او چندی بعد به ریاست کمیته مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی منصوب شد، ولی سال بعد به زندان افتاد و همزمان با تهاجم نیروهای پیمان ورشو و ارتش سرخ شوروی به چکسلواکی و برکناری الکساندر دوبچک از مقام نخست وزیری از زندان آزاد شد و به دلیل آنکه قبلا مراتب وفاداری و تابعیت خود به مسکو را به اثبات رسانیده بود، به جانشینی دوبچک انتخاب گردید. هوزاک سمت دبیر اولی حزب کمونیست و ریاست جمهوری چکسلواکی را در شرایطی که هیچ کاندیدای دیگری برای رقابت با وی وجود نداشت حفظ کرد. او از طرفداران سرسخت لئونید برژنف، رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق بود، ولی با به قدرت رسیدن میخائیل گورباچوف اصلاحات ناگزیر در اتحاد شوروی سابق را مورد حمله قرار داده و گورباچوف رهبری حزب را متهم به خیانت به آرمان مارکسیسم لنینیسم نمود.